بسم الله الرحمن الرحیم. خب اگه یاد داشته باشید ما روز قبل قصه عمر ابن جموح رو که خدمتون نقل کردیم قسمت اول، امروز رسیدیم به قسمت دوم اون. به اونجا رسیدیم، گفتیم عمر ابن جموح رفت با اون بت خودش مناتی که بت گرانبهایی از جنس چوب ساخته بود، باش مثلا بزرگ شده بود، عبارتی رفت مشورت کرد که خب تو چه مشورت میدی؟ این مصعب ابن عمیر که اومده جز تو با کسی دیگه دشمنی هم نداره، اما حرفای خوبی میزنه و نظر چی من برم با اون بیعت بکنم، حرفش قبول بکنم یا ندی؟ جواب نمیده، عصبانی شد و گفت خب شاید تو از من ناراحت شدی، باشه من باعث آزارتو نمیشم، چند روزی بهت فرصت میدم. گفتیم بچه هاش تصمیم گرفتن، معاذ و معوض و خلاد و معاذ ابن جبل که دوستشون بود، بیا چی کار کنیم تا این تعلق پدر از این بود کم بشه. اینا شبانه در حالی که پدر خوابش سنگین بود رفتن با همراه دوستشون، این بود هم برداشتن، این بوت مناطی که پدر بهش وابسته بود از اونجاش برداشتن. یک چایی بود، یک چاله‌ای بود اونجا، آشغال‌ها رو قبیله بنی سلمه، چون اونجا هر خونه‌هایی که در مدینه بود مثلا قبیله بنی سلمه خونه‌هاشون کنار هم بود، اون قبیله بنی نجار خونه‌هاشون باز کنار هم بود، دقت می‌کنید؟ افرادی که مثلا بودن قبایل اونجا مثلا چای مثلا چاله چیزی هم داشتن معمولا که آشغال‌ها رو اونجا می‌ریختن، حالا یا بعد می‌سوزوندن یا دفن می‌کردن، دیگه هر چیزی که اون موقع بود. یک محلی بود که پر از آشغال و کثافت و اینها بود. اینها برداشتن این بت رو چیکار کردن؟ انداختن داخل همین چاله و داخل همین بالاخره گودالی که اونجا بود و برگشتن هر کدوم سر جاشون خوابیدن، انگار نه انگار که اتفاقی افتاده. فردا صبح که شد عمر ابن جموح پاشد رفت ببینه که چه خبره، بوتشو ببینه، بالاخره ببینه آیا مشورتش میده یک بالاخره روغنی عطری چیزی بهش بزنه، اما دید که هیچ بوتش سر جاش نیست. یک دفعه عصبانی شد، گفت چی شده؟ چه برای سر خدای من اومده؟ سر این بوت منات من اومده؟ کجاست؟ و هیچ کس بهش جواب نمیداد، چون هیچ کس نمیدونست چه اتفاقی افتاده. همه همینجوری خودشونو به اون در زدن، این ور بگرد اون ور بگرد، توی اون اتاق بگرد بوت من کجا رفته، بوت من کجا رفته، منات کجا رفته. اومد از خونه بیرون، یه دفعه توی این قسمت گودالی گفتم آتش خاله بنی سلمه رو که می‌ریختن دیدی اون بوت اونجا افتاده و کثیف شده و عصبانی شده، کی ده اینجا انداخته فلان. سریع خودش رو رسون به اون بوته و داخل اون گودال رفته، کشید بیرون و شستش رو تمیزش کرد، دوباره عطر زد و پاکش کرد و برد سر جاش گذاشت. گفت من اگه بدونم کی این کار رو کرده هر بلایی باشه سرش در میارم و انتقام تو رو از اون میگیرم. خب شب دوم شد، دوباره باز عمر ابن جموح همجوری رفت پیش این بت و بالاخره یه کمی راز و نیاز کرد و رفت گرفت خوابید. وقتی که خوابید باز دوباره خوابش سنگین شد، این پسراش با همین دوستش معاذ بن جبل دوباره بت رو برداشتن، دوباره این دفعه بت رو هم کثیف ترش کردن با کثافت و فلان، دوباره انداختنش چیکار کنن تو اون چاله. باز عمر بن جموح صبح از خواب بلند شد، رفت طبق عادت معمولش پیش بوتش که راز و نیاز خودش رو بکنه. برید شما جایی که بوت داره میبینید که چیکار میکنن، شب روشن میکنن، صبح شب، داستانیه به خدا این مسئله، حالا ما دیگه اسم نبریم. رفتی ده باز نیست، باز این ور بگرد اون ور بگرد، رفت که حتما همونجاست. رفتید بله، دوباره این اتفاق افتاده و اینجا افتاده. دوباره این از اون چاله در آورده، عصبانی شده بود و بعد بیرا میگفت من ببینم کی این کار کرده، انتقام میگیرم، چه میکنم چه میکنم. این رو تمیز کرد، روغن زد و بهش کمی به این رسید، دوباره سر جاش گذاشت. بچه ها تا چند روز این کار رو تکرار میکردن، دیگه عمر بن جموح به تنگ اومد. نیا کنید داستان این رو بگم، خیلی شاید براتون جالب باشه. تعلق عرب جاهلی خیلی آگاهانه تر از تعلق بسیار از مشرکین امروز به این بت‌ها و امامزاده‌ها و قبرها بود. مثلا از خرما برای خودش بت درست میکرد، در سفر با خودش همراه میبرد، خرما بود، خرما رو میمالیدن، مجسمه داره، این مظهر فلان، مظهر فلان امامزاده، مظهر فلان ولی پری، چه این بت‌هایی که الان میبینید دیگه همه جا هست. وقتی گرسنه میشد اینو میگرفت جلوی خودش تو راه سفر بود دیگه، میگو منو کمک کن، گرسنمه، قضا به من برسون. چند بار میگو به دادم برسون، خبر نمیشد، میگو تو که از دستت کاری بر نمیاد، میخورم، میگرفت همونو میخورد. یه دفعه دیگه عمر بن جموح هم عصبانی شد، گفت دیگه تو دیگه نشد، شمشیر خودشو برداشت و به گردن این بت منات آویزون کرد، گفت هر کی از امشب خواست به تو تعرض بکنه این شمشیر در اختیارت، بزن
و اینو چیکار کن؟ کلکشو بکن. این که نشد دیگه، هر روز میان تو رو میندازن تو چاله، این دفعه خودت انتقام بگیر. رفت با خیال راحت خوابید که دیگه برای بوته انتقام میگیره. و دیگه کم 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 این ریشه ها هم از قلبش کمی بیرون اومده بود و میخواد به اون گام به گام به اون مرحله برسه. بالاخره بچه‌ها دوباره اومدن همین کار رو کردن، اما این دفعه اومدن چیکار کردن؟ شمشیر از گردن این بت برداشتن، گذاشتن پایین. این بت رو برداشتن، با یک مردار، سگ مردار بستن، سگی که مرده بود جنازه‌اش بستن با تنابی چیزی، بعد با سرم انداختن توی همین محل آشغالدونی و زوالدونی کثافت‌ها. صبح بلند شدید، شمشیر هست، بت نیست. اینور اینور رفت بودید، بله این دفعه با یک سگ این رو بستن و انداختنش رو تو اینجا، با سرم اونجا تو چا انداختنش کثافت‌ها اینها. در این موقع دیگه خیلی دیگه عصبانی شد، با خودش گفت، به خودش اومد یه دفعه، گفت یعنی چه اتفاقی افتاده؟ یک شعر مشهوری رو میخونه، میگه والله لو کنت الها لم تکن انت و کلب وسط بئر فی قرن. حالا شعر طولانیه، میگه اگه تو واقعا آبروی داشتی، اعتباری داشتی، معبودی بودی که بشه تو رو پرستش کرد و تو رو واسطه خدا قرار بود و قدرتی داشتی، الان با یه سگ وسط این کثافت ها نبودی. دیگه زیاد طول نکشید که عمرو بن جموح الحمدلله مسلمان شد و این لذت ایمان رو چشید و حس کرد و هر لحظه این رو بیشتر درک میکرد و اصلا پشیمان بود که این عمر طولانی رو پشت سر گذاشته و این لذت ایمانی رو از دست داده و غرق شرک بوده در تمام این طول. این با جسد خودش، با روح خودش، با مال خودش، همه و همه در راه دین خدا و اطاعت از خدا و رسول بود. جنگ بدر شد، اجازه ندادن بیان بچه‌هاش بیرون، گفتم با تو معلولی فلان، جنگ راه طولانیه فلان، اینجوری اینجوری، و پیامبرم خب معلولان رو معذور دونسته بود. اما جنگ احد شد دیگه، ایشون بی طاقت شده بود. خب دشمن این دفعه اومده بود برای جنگ و برای یک انتقام. پسر خودش رو میدید، سه تا پسرش رو آماده شدن، مجهز شدن برای جهاد. بعد میدید معاذ بن جبل رو دید، دوستشون رو برای جهاد آماده شدن. اینها مثل شیرانی آماده شدن که میخوان از دانه خودشون بیان بیرون، به قول معروف از اون بیشه خودشون بیان بیرون برای جنگ، و داره دارن جهاد، برای جهاد میرن زیر پرچم رسول خدا صلی الله علیه و سلم. این همین شوق اینو برداشت، گفت من چرا این کارو نکنم؟ گفت منم میخوام بیام برای جهاد. بچه‌هاش مانع شدن، هر چیز کرد بچه‌هاش مانع، گفت من میخوام بیام در این جهاد شرکت بکنم. گفتن بابا تو پیری، تو معلولی، تو پات میلنگ. گفت من به این چیزا اصلا کار ندارم، من میخوام بیام در مسیر جهاد حرکت بکنم و جهاد کنم. گفتن خدا تو رو معذور دونسته از این امر، مثل کسی که مثلا بیماره، خب نمیتونه روزه بگیره. گفت من به این چیزا کار ندارم، من میخوام در این جهاد باشم. و بالاخره اومدن با هم پیش پیامبر خدا صلی الله علیه و آله. گفتن بابای ما اینجوری داره میگه و ما هم داریم مانعش میشیم، شکایت کرد که بچهای من نمیذارن. گفت یا پیامبر خدا، بچهای من اینجوری کردن فلان، اونم شکایت کردن، من میخوام با همین پای لنگ خودم برم بهش، چه اشکال داره که آدم لنگی مثل منم به شهادت برسه و بهش برسه. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله بچهاش گفت خب اینو بذارید، شاید خداوند شهادت رو روزیش بخواد بکنه، مانع نشید. در هر صورت اون بچه‌ها هم هر پیامبر قبول کردند و این هم آماده شد و برای جهاد و راه با همسرش خداحافظی کرد و مثل کسی که دیگه نمیخواد برگرده رو به قبله کرد و دستش رو به آسمان بلند کرد، گفت خدایا شهادت رو روزی من میکنه، اللهم ارزقنا الشهاده ولا تردنی الی اهلی خائبا، و من دیگه طرف خانواده‌ام برنگردم. نه اینکه دوست نداشت به خانواده‌اش برگرده، دوست داشت که مقام شهادت نصیبش بشه در این سن و سال، چرا که دیگه شرایطش هم واقعا ضعیف بود. در هر صورت میگه با این سه پسر خودش با جمعی از مسلمانان و حتی قبیله بنی سلمه حرکت کردند و پیکار میدان جنگ خیلی داغ شد و این جزء معدود کسانی بود که کنار پیامبر وایساده بود، با پسرش خلاد داشت از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم دفاع میکرد. و جالب اینجا بود که با همون یک پای لنگش و پای سالمش همینجوری حرکت میکرد و جنگ میکرد و میگه انی لمشتاق الی الجنه، انی لمشتاق الی الجنه، من علاقمند هستم، من محبوب دوست دارم، اشتیاق دارم که به بهشت برسم. و پشت سرش هم پسرش خلاد بود که از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم دفاع می‌کردند، تا اینکه هر دوی اینها بر زمین اون میدان احد افتادن و به شهادت رسیدن. بین شهادت پدر و پسر میگن زیاد فاصله نبود. وقتی که جنگ به پایان رسید، پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم که شهدا رو جمع می‌کرد و اینها رو داشت بالاخره خاک می‌کرد،
گفتش که نگاه کنید شهدا رو بذارید در همین حالت خون خودشون، نه اینها رو غسل بدید نه لباساشون رو در بیارید، من نزد خدا بر اینها شهادت خواهم داد، چرا که هیچ زخمی نیست که بر مسلمانان در راه خدا وارد بشه مگر اینکه در روز قیامت این رنگش مثل رنگ زعفران باشه و بوش مثل بوی مشک باشه. و بعد گفت عبدالله، گفت عمرو ابن جموح رو شما با عبدالله ابن عمرو ابن جابر، یا اونجا حرامی نقل میکنن که گفت دفن بکنید. این شخص کیه؟ این شخص در واقع برادر زن عمرو ابن جموح هست، پدر عبدالله ابن جابر هست. دقت میکنید این شخص در واقع این جابر ابن، پدر جابر ابن عبدالله هست که اون راوی حدیثی که موارد رو داره، و این دوتا اصلا در زندگی همیشه با هم بودن و بعد از اسلام هم با هم بودن. پیامبر صلی الله علیه و آله گفت این دوتا رو با هم دفن میکنید که کنار هم باشن. خب اینا رو با هم دفن کردن در همونجا. نکته قابل تأملی وجود داره که میگن 40 خورده‌ای سال بعد، نمیدونم سال 43 هجری یا 46 هجری، سیلی میاد در مدینه که این سیل قسمتی از قبرستان مدینه رو خراب میکنه و از جمله قبر همین عمرو ابن جموح و عبدالله ابن جابر رو، عبدالله ابن عمرو ابن جابر رو که گفتم که پدر جابر ابن عبدالله هست، خراب میشه، قسمتی شکافته میشه که مسلمان ها میبینن که هر دو جنازه همچنان سالم هست. و جالب اینه که وقتی جنازه رو در آوردن در جای دیگه دفن میکنن به خاطر خرابی رودخانه که ایجاد شده بود، میگن خون همچنان جاری و روان بود بدون اینکه این جسدها تغییر کرده باشه. این مطلبیه که تاریخ در این موارد نقل کرده. و نکات فراوان دیگری در این داستان ها هست. گفتیم ما هدفمون اینه که فقط برای نسل جوان و نوجوان در همین صورت مختصر بگیم، ان شاءالله که بتونیم در آینده مفصلتر به این داستان ها برسیم، وقتی که مجموعه از اینها خدا توفیق داد بتونیم 100 تا مثلا 50 تا 100 تا چه رسیدیم گفتیم. بعد دیگه سعی میکنیم با یک شرح و توضیح بیشتری و تاریخی تری و بر اساس روایات حدیث صحیح تری به این موارد اشاره بکنیم. و خب داستان زیبایی بود، خداوند راضی شد از عمرو ابن جبوه و اصحاب پیامبر و شهدای احد، و خداوند در قبرهای اونها نور بباره و ما همین توفیق بده که بتونیم از دین پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم اونگونه که هست پیروی بکنیم و حمایت بکنیم و خودمون رو لایق این بگردونیم که رحمت‌های الهی شامل حالمون بشه. تا روز دیگه و برنامه دیگه، در پناه خدا، خدای رب العالمین باشید.